پس از آنکه خانم لیز تراس از حزب محافظه‌کار نتوانست در دوره کوتاه بر انبوه مشکلات و بحران‌های انگلستان فائق بیاید، روز شنبه از این مقام استعفا کرد و پس از 3 روز کشمکش درون حزبی، ریشی به عنوان رئیس حزب و نخست وزیر انگلستان برگزیده شد. ابتدا به گزارش همکارم سعید بهاری توجه بفرمایید. به همان اندازه که ملکه الیزابت دوم رکورد طولانی ترین عمر زمامداری یک پادشاه را در انگلستان به ثبت رساند، خانم لیز تراس هم کوتاه ترین مدت نخست وزیری را با 45 روز نقش آفرینی در این پست در صفحات تاریخ بریتانیا ثبت کرد. چارلز دوم پادشاه جدید اما کهنسال انگلستان هم اولین استعفا و انتخاب نخست وزیر جدید را تجربه کرد و نشان داد در بر همان پاشنه ای میچرخد که مادرش ملکه الیزابت دوم بیش از 70 سال استعفاها و انتخابهای نخست وزیران فراوانی را به صورت تشریفاتی امضا میکرد، اما تصمیمات اصلی ظاهرا در جای دیگری گرفته میشد. پس از افتضاح مهمانی در ایام ممنوعیت‌های کرونایی و ناکامی‌ها و کاستی‌ها در اوضاع اقتصادی، به ویژه جدال با اتحادیه اروپا بر سر فرایند برگزیت، بوریس جانسون نخست وزیر اسبق اوایل ماه ژوئیه با صندلی خود خداحافظی کرد، ولی انتخاب جانشینی او در حزب محافظه‌کار دست کم بیش از 2 ماه به درازا کشید و نهایتاً از رقابت سخت و نفسگیر درون حزبی میان ریشی سوناک و لیز تراس دومی با تفاوت زیاد برنده و راهی شماره 10 خیابان داونینگ لندن شد. حالا پس از 4 روز بحث و گفتگوی درون حزبی، ریشی سوناک سرمایه‌دار هندی تبار به نخست وزیری و ریاست حزب محافظه‌کار انتخاب شد و جای رقیب خود را گرفت. به نظر می رسد نخست وزیر جدید انگلستان به ویژه در همین ابتدای کارش با بحران‌های متعددی روبروست که چشم‌انداز یافتن راه برون رفت از هر یک از آنها چندان امیدوار کننده نیست، به ویژه آنکه با یک کسری 40 میلیارد پوندی در بودجه هم دست به گریبان خواهد بود. علاوه بر اینها دولت انگلستان و خصوصا حزب محافظه‌کار همچنان در نحوه تعامل با مسلمانان به ویژه شیعیان این کشور نتوانسته یک روش درست و منصفانه ای را در پیش بگیرد. سعید بهاری، اخبار شیعه. مجتبی امینی پژوهشگر علوم اسلامی از لندن با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. به نام خدا و با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان برنامه محترم. جناب امینی، با توجه به تبار هندی آقای ریشی سوناک و اینکه چه در هندوستان و چه در سایر نقاط بودایی ها و هندو مذهب ها بعضن مناسبات خوبی با مسلمانان ندارن، آیا انتخاب یک نخست وزیر هندی تبار در انگلستان میتونه خبر بدی برای مسلمانان این کشور باشه؟ بفرمایید. افتدا من فکر میکنم این مقداری راجب آقای ریشی سوناک بپردازیم بعد به مسئله مسلمانان در بریتانیا بهتر باشه، بخاطر اینکه حتی شناختمون بیشتر باشه بهتر میتونیم برداشت کنیم از عملکرد آینده ایشون. گرچه ایشون هندی تبارن اما متولد در انگلیس و تحصیل کرده رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد در انگلیس و دانشگاه استنفورد از آمریکا هستند. بزرگ شده سیستم‌های مرفه و آزادند. و مسلماً با توجه به عضویتشون در حزب محافظه‌کار بیشتر از حزبش تأثیرپذیر خواهد بود تا عقاید اقوام و طرف خودشون و در واقع در اقشار پایین بار نیامده که از اونها بیشتر تأثیر بگیره. جوانترین و ثروتمندترین نخست وزیریه که تاکنون سر کار اومده. با تجربه کاری که در امر مدیریت بانکی و مدیریت حوزه انتخابی در زمان شروع عضویتش در حزب محافظه‌کار در 2015 و نماینده شدنش در 2016 تا 2019 و وزیر دارایی بودنش از 2019 تا 2022، البته بیشتر فلسفه و سیاست او را به امور اقتصادی سوق داده تا امور دیگه. الان هم بیشتر جنبه‌های اقتصادی به خاطر بحران‌های مالی
باعث شده حزب محافظه‌کار اون رو روی کار بیاره. دغدغه اول اون برخلاف خانم لیستراس که میخواست مالیات ها رو کاهش بده، وی میخواد اول تورم رو معاف کنه بعد مالیات ها رو کاهش بده. البته کار سختی. در مدت زمان کمی که این دور از این دور باقی مونده، باید بیشتر وقتش رو روی مشکلات اقتصادی در داخل متمرکز کنه. اما در مورد مسلمانان در بریتانیا میبایست بنابر حساسیتی که تا کنون نسبت به اسلام حراسی و افرادگرایی و سلفگری رخ داده، مسلمانان در قول و عمل موزه روشنتر اتخاذ کنند. در آموزه‌های خودشون به پیروانشون نقش تدین واقعی رو از افرادگری جدا کنند. با ایجاد ارتباطات بیشتر با دولت مردان انگلیس، معرف خود و عقاید حقیقی خود باشند تا مرز تشخیص بین افراد مسلم سرجو با غیر خودشون رو که شبه مسلم هستن مشخص کنند. اگر درست عمل بکنن دیگر جای خبر بدی واقعا نیست برای مسلمان‌ها در این موقعیت. اما در غیر این صورت واقعا روزهای سختری در پیش رو دارن. اصولا انگلیسی ها واقعا تابع فلسفه تجربی گرایی هستند و در عمل باید همه چی بهشون ثابت بشه و در قالب فرضیه ها و شعار مستلح نمیشه عمل کرد، چون اینا دیگه از این مراحل گذشتن و واقعا باید بهشون ثابت بشه که مسلمان ها سرجو هستن و کدوم مسلمانی هم هست که سرجو نیست. اینها رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. جناب امینی، انتخاب آقای ریشی سوناک به نخست وزیر انگلستان آیا تغییر محسوسی در مناسبات انگلستان و کشورهای اسلامی شاهد خواهیم بود؟ از اونجایی که ایشون ادامه دهنده‌های سیاست خارجی انگلیس در رابطه با کشور اسلامیه، با نگرش اینکه هیچ وقت وزیر خارجه نبوده ولی حامی اسرائیل در موضوع انتقال سفارت بریتانیا به بیت المقدس بوده، از تهدید اسلامگرایی افراطی سخن گفته و اینکه اسلامگرایی افراطی بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا است و اینکه افزوده دولت بریتانیا نتونسته در مهار این مطلب درست عمل بکنه. به گفته لیام فاکس وزیر دفاع پیشین متحد سوناک در مورد ایران، ریشی سوناک موضعی به قایت تندتر و سرسختانه‌تر از وزارت خارجه دوران جانسون خواهد داشت و خواهان حداکثر تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود تا به توافقی فراتر از برنامه هسته‌ای دست پیدا بکنه. ضمناً پشتیبان طرح پیمان صلح ابراهیم بین اسرائیل و دولت اسلامی هم هست. البته تمامی موازی رو که اتخاذ میکنه با توجه به منافع دولت انگلیس به صورت محافظه کارانه است که بستگی به عوامل مختلفی داره که کشورهای دیگر به اون میپردازن. مثلا رعایت حقوق بشر، مطبوعات آزاد، آزاد اندیشی، زندانی سیاسی و اعدام نداشتن. و در داخلم باید نیروهای مسلمان بتونن ارتباطات با افراد صاحب نظر سیاسی و ارتباط با دفتر نخست وزیری و نمایندگان مجلس اعوان برقرار کنن، لابیگری کنن و حتی حرکت‌های مردمی در خیابان‌ها را بندازن تا بتونن روی تصمیم‌گیری‌های آینده این دولت جدید اثر بذارن. بله، با تشکر از جناب مجتبی امینی، پژوهشگر علوم اسلامی که از لندن با ما همراه بودند.